امروز اومدیم با آقای محمدزاده، ابراهیم محمدزاده باغ، که ببینیم چه خبره. یه مقدار سبزی خوردن بکنیم و پیازچه و ریحان و نگه نمیدونم گشنیز و دیگه. ایشون مهمان ما هستن، از ترکیه اومدن، البته اینجا هم خونه دارن و مجسمه ساز بسیار توانایی هستن. چطور اینجا؟ عالی، خیلی باسپاس، فوق‌العاده باسپاس، همون مثل صفای دلت. قربان برم. در را بابا راضی به زحمت نبودیم آقای استاد عزیز. عجب اسب خوشگلی. نژادی از اسبی که این رو برای جفتگیری این اسبا رو کرایه میدن، خیلی کم مونده ازشون. آها. بعد و خیلی هم بسیار خیلی کلونه. چه خوبه از کرش اونجوری برگردم. آها. این باید بالا آویز بشه که دیده بشه. به چقدر زیبا. اون وقت اون هم تو این هم چیز زرد و خوشگلی شده. بفرمایید. گفتم به 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 دست درد نکنه. با خودم گفتم دیوانه بلید. من حتی یه دونش هم برای من. با تخمش میمونه. اون وقت فعلا اونا رو استفاده کنم. دیروز باشم. من روزی دو بگیری هم قایق سواری کنی هم نمیدونم. من روزی دو سه ساعت اینجا هم ولی این همه کار درسته. اگر میروم گر نروم نیستم، این یک بحث طولانی، یه زمانی بوسطی شد. حتما آمد بهار و سبزه به صحرا جوانه زد، قمری به بام سرو چمن آشیانه زد، تا بر ضمیر خاک قدم زد نسیم عشق، دل را غمت به جرم وفا تازیانه زد. بارکالله. این شعر مربوط به سال 1354 و شعری طولانیه، یه غزل طولانیه. متاسفانه بیشتر از این دو بیت در حافظه‌ام نیست، مگر که از روی نوشته. دمت گرم، مرسی. این محبت